چند تا تعریف اینجا داریم. اولیش فرهنگ حق. فرهنگ حق اون فرهنگی است که عقاید، ارزش‌ها، هنجارا و رفتارها چی باشه؟ مطابق نیازهای فطری انسان باشه. این یه تعریف. تعریف بعدی مدینه فاسقه مال فارابی است. میگه جامعه‌ای که عقاید ارزش‌هاش حق باشه ولی هنجارا و رفتارهاش ناحق، این میشه چی؟ مدینه فاسقه، در برابر همون فاضله و اینها. و مطلب سوم، در واقع تعریف سوم، فرهنگ سلطه یا استکبار. فرهنگ که تسلط یک قوم، جامعه یا گروه خاص رو به دنبال بیاره میشه فرهنگ استکبار. این سه تعریف خوب دقت بکنید، دوباره از همینجا توجه بکنید، چون اینجا پایین اینجا گفته به خاطر اینکه تو بحث مرکز پیرامون بود. سه تا تعریف شد. فرهنگ سلطه میگه در واقع فرهنگی است که دنبال تسلطه. بعد فرهنگ حق رو داریم که عقاید ارزشش مطابق نیازهای فطریه. بعد مدینه فاسقه رو داریم که هنجارها و رفتارهاش ناحقه اما عقایدش حقه، میشه مدینه فاسقه. درست شد؟ خب جالبه، ما تا حالا دو تا مطلب از سه مطلب اون رو بررسی کردیم، یکی واقعیت رو، یکی هم فرهنگ‌های شایسته جهانی شدن رو، و موارد این سه تا تعریف هم دیدیم، فرهنگ سلطه چیز، فرهنگ حق چیز و مدینه فاسقه چی. بریم سراغ مطلب آخرمون. اگر یک فرهنگ میخواد جهانی بشه چه ویژگی‌های مطلوبی باید داشته باشه؟ ویژگی مطلوب فرهنگ جهانی چیست؟ دونه دونه با هم بررسی بکنیم. ویژگی اولی که باید داشته باشه ویژگی حقیقت هست. اگه یک فرهنگ حقیقت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی عقاید و ارزشش حقه. وقتی عقاید و ارزشش حقه دو اتفاق میفته. یک، ما میتونیم از حق بودنش دفاع بکنیم. دوم، یه ملاکی داریم برای ارزیابی فرهنگ‌های دیگه، چون این حقه، ما 100% میدونیم حقه دیگه، 100% درسته. پس میتونیم از فرهنگ‌های دیگه در واقع در برابر فرهنگ‌های دیگه ملاک داشته باشیم. اگه ارزش فرهنگی از بیرون اومد با فرهنگ خودمون قیاس کنیم، خب میدونیم این حقه. اگه خورد میپذیریم، اگه نخورد طردش میکنیم. پس فرهنگی که دارای حقیقت، دو تا اتفاق درش میفته. یک، ما ملاک برای ارزیابی فرهنگ‌های دیگر داریم از این طریق. دو، میتونیم از حقانیت عقاید ارزشمون دفاع کنیم، چون مطمئنیم که چی هستن؟ حق. خوب دقت بکنید، همین اسلاید در واقع هستش. ویژگی دوم ویژگی معنویت هست. اگه در یک فرهنگ معنویت باشد یعنی درباره معنویت و معنای زندگی صحبت میکنه. حالا حالت معکوس، اگر معنویت نباشد چی میشه؟ فرهنگی که درش معنویت نیست یعنی به پرسش‌های اساسی ما راجع به مرگ و زندگی پاسخ نمیده، مفاهیم و معنای زندگی رو در نظر نمیگیره. یه همچه فرهنگی یه اشکال ایجاد میکنه، اونم این که وجود ما رو که دو بخش هست، بخش مادی و معنوی، یه بخش رو لنگ میذاره، سوالات معنوی رو پاسخ نمیده، پس بخش معنوی وجود ما لنگ میمونه. یه همچه فرهنگی اگر در جهان گسترش پیدا بکنه بحران روحی ایجاد میکنه، چون به سوالات اساسی معنوی ما پاسخ نداده، پس بحران روحی و روانی ایجاد میکنه در صورتی که گسترش پیدا کنه. ویژگی بعدی ویژگی عدالت و قسط است. کسی که به عدالت معتقده در برابر بی‌عدالتی میسته. همه اشکال بی‌عدالتی هم در برابرشون میسته. چه وقتی که حق آدم‌ها پایمال بشه، چه راجع به دو قطبی شدن جوامع مرکز پیرامون که حق یه سری جوامع پایمال شده دیگه. مرکز اومده جامعه، مرکز جامعه پیرامون رو به خدمت گرفتن، بهش میگیم پولاریزه شدن یا دو قطبی شدن جهان. و چه وقتی که انسان‌ها از هم بهره کشی بکنن، به همدیگر رو به استضعاف بکشونن، به اصطلاح استثمار بکنن همدیگر رو. در هر کدوم از این اشکال فرهنگمون اعتراض میکنه. چرا؟ چون معتقد به عدالت است. خب تا حالا سه ویژگی شد، ویژگی حقیقت، ویژگی معنویت و ویژگی عدالت که گفتیم جلوی بی‌عدالتی رو میگیره. ویژگی چهارم آزادی و حریت. آزادی چیست؟ آزادی ارزشیه که تنهایی معنا نداره، در کنار سایر ارزش‌ها معنا پیدا میکنه. چرا؟ آزادی یعنی من یه چیز رها کنم برم برسم به یه چیز دیگر. خب پس آزادی معنی سادهش اینه، معنای راستینش رهایی و رفتن به سوی معنویت، این میشه آزادی. پس آزادی یعنی رها شدن و رفتن به سمت معنویت. معنیش این نیست که من بتونم به حق خودم یا دیگران تجاوز بکنم. خوب دقت بکنید، گفته آزادی معنیش این نیست که من قید و بند نداشته باشم بیام مثلا به حقوق خودم یا دیگران تجاوز بکنم. نه، آزادی یعنی این که رها بشم و برم به سمت معنویت. اما بریم سراغ ویژگی پنجم، مسئولیت و تعهد. مسئولیت یعنی چی؟ یعنی من در قبال فرهنگم حس مسئولیت داشته باشم، پاش وایسم ازش دفاع بکنم. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی که من در برابر فرهنگم حس مسئولیت دارم، از فرهنگم در برابر بقیه فرهنگ‌ها دفاع میکنم، جلوی فرهنگ‌های دیگه در واقع وایسم ازش دفاع میکنم. اتفاقی که میفته اینجا این هست، اگر یک فرهنگی درش مسئولیت نیست، به اصطلاح تقدیرگراست، این فرهنگ میگه ولش کن، خود فرهنگ رشد میکنه، به ما ربطی نداره.
اما فرهنگ خود به خود رشد نمی کند. فرهنگ چیه؟ عقاید و ارزش‌های من و توه. ما باید بریم فرهنگ رشد بدیم. پس اگه یه فرهنگ تقدیرگرا شد، ما دیگه نمی‌ریم رشدش بدیم، بهش توجه نداریم، میگیم ولش کن خودش رشد می‌کنه دیگه. همچنین فرهنگ اتفاقا رشد نخواهد کرد، چون کسی نیستش که رشدش بده. پس این فرهنگ در برابر بقیه ضعیف میشه و رشد هم نمی‌کنه، به اصطلاح گسترده نمیشه. پس هم قدرت مقاومتش کم میشه، هم زمینه تسلط فراهم میشه و به اصطلاح گسترش پیدا نمیکنه. خب این تا حالا 5 تا ویژگی. اما بریم سراغ عقلانیت. من یه جنبندی بتونم، چون عقلانیت زیاد سخته و مثلا مطالب زیادتره، به دقت بکنید. 5 تا ویژگی تا حالا داشتیم. یکی حقیقت. باعث چی میشد؟ دفاع از عقلانیت عقاید و ارزش‌ها، داشتن ملاکی برای ارزیابی فرهنگ‌های دیگه. دوم معنویت. باعث چی میشد؟ اگر فرهنگی درش معنویت نباشه، محدود میشه به زندگی مادی و ایجاد بحران روحی میکنه. سوم مسئولیت. ببخشید مسئولیت در نظر نگیریم سومی رو. سوم عدالت و قسط. عدالت باعث چی میشه؟ ایستادن در برابر بهره کشی انسان ها، در برابر پایمال شدن حقوق انسانی و دو قطبی شدن جامعه. ویژگی بعدی ویژگی آزادی و حریت بود، یعنی این که من رها بشم برم به سمت معنویت، نه اینکه هر کاری دوست دارم بکنم. و مسئولیت که گفتیم باعث مقاوم شدن فرهنگ میشه و گسترش فرهنگ. اما بریم سراغ ویژگی آخر، عقلانیت. عقلانیت دو سطح داره. سطح اولش این هستش که من از عقاید و ارزش هام، از بنیان های هویتیم، از جهان بینی و ارزش های کلانم دفاع بکنم. این میشه عقلانیت سطح اول. پس عقلانیتی که از جهان بینی و ارزش های کلان دفاع بکنه میشه عقلانیت سطح اول، از لایه های بنیادین دفاع بکنه. اگر نتونم این کارو بکنم چه اتفاقی میفته؟ من میرم در عرصه جهانی با بقیه دارم بحث میکنم، میگم فرهنگ من بهتر از شماست، مطلوبه، بهترینه. نتونم بهشون اثبات بکنم که فرهنگم بهترینه، مجبورم بپذیرم که فرهنگم بهترین نیست. پس نسبیت اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی هم فرهنگ من خوبه هم فرهنگ تو. پس عقلانیت سطح اول یعنی من استدلال بکنم، منطق داشته باشم، احتجاج بکنم، بتونم حرفو به کرسی بشونم، به بقیه اثبات بکنم که فرهنگم چیست؟ فرهنگ بهتری است. اگر نتونم مجبورم بپذیرم فرهنگ اونم خوبه. این میشه چی؟ در واقع نسبیت فرهنگی. اما ویژگی یا عقلانیت سطح دوم، عقلانیت سطح دوم دیگه منطق و دفاع کردن نیست، اجراست. دقت بکنید، با نظر به شرایط تاریخی، نظام سازی، سازماندهی، مدیریت اجتماعی. یعنی در بخش اول من میرم به بقیه اثبات میکنم آقا فرهنگم برتر است، بهتر است، مطلوب تر است، بعد به من میگه اجراش کن. عقلانیت سطح دوم. حالا اگه نتونم اجرا کنم چی میشه؟ میگن فقط ادعا کردی. ناکامی در ادعای جهانی. خوب دقت بکنید، اگر نتونم اجرا بکنم در ادعای جهانیم ناکام خواهم بود. پس یه جنبندی براتون بدم. عقلانیت سطح اول دفاع از جهان بینی و ارزش‌های کلان بود، اگر نداشتم میشد نسبیت فرهنگی، یعنی همه فرهنگا با هم برابرن. عقلانیت سطح دوم نظام سازی و سازماندهی و مدیریت اجتماعی بود، اجرا بود. اگه نتونم اجرا بکنم چه اتفاقی میفته؟ اون وقت ناکام میشم در ادعاهای جهانی. خب مطلب دیگری که ما اینجا، البته این تعریف فرهنگی که جهانی میشه هستش که خب حالا میدونید همتون گفتیم فرهنگی است که میره در فراتر از مرزهاش. اما مطلب آخری که ما اینجا داریم راجع به نسبیت فرهنگی است. من قبل از اینکه نسبیت رو بگم یه نکته میخوام اینجا بگم که توی به اصطلاح پانویش در واقع جزو بوده، بعضا کتاب بوده که در واقع ممکنه که بعضا از این سوال بیاد. برگردیم اینجا رو اسلاید براتون یه توضیح بدم. ببینید سطوح عقلانیت دو سطح بود. یکی سطح اول توانایی دفاع از جهان بینی و ارزش‌های کلان. من اینو به شما بگم، ما یه تعریفی داریم، عقل نظری و عقل عملی. این البته در جامعه سال دوم داریم در واقع، ولی اینجا هم یه تکراری شده. عقل نظری اون عقلی است که راجع به هستی صحبت میکنه. عقل عملی اون عقلی است که راجع به ارزش ها صحبت میکنه، راجع به اینکه چی خوبه چی بده. خب پس اگه اینجا شما نگاه بکنید، جهان بینی و ارزش‌های کلان، همین ارزشی که میبینیم که معلومه میشه عقل چی؟ عملی دیگه، گفتیم دیگه. عقل عملی راجع به ارزش ها صحبت میکنه. اما جهان بینی یعنی دیدگاه من نسبت به هستی، در هستی چه چیزایی وجود دارد. این میشه عقل نظری طبیعتاً دیگه. چون گفتیم عقل نظری راجع به هستی ها صحبت میکنه. فقط دقت بکنید، میتونه راجع به هستی یک سلول صحبت کنه یا کل جهان. اونجایی که راجع به کل جهان صحبت میکنه بهش متافیزیکی میگیم، چون یه مقدار فراتر از طبیعت میره در واقع. درسته؟ خب پس عقلانیت سطح اول شامل دو عقله. یکی عقل عملی که راجع به ارزش هاست، خوب و بد،
باید و نباید، یکی عقلانیت نظری، عقل نظری یا همون جهانبینی ما در واقع، یا دیدگاه ما به هستی و کلیت موجودات. سطح دوم چی بود؟ سطح دوم اجرا بود. اینجا نیاز به ابزار داریم، پس اینم عقل ابزاری است. پس جهانبینی شد عقل نظری یا متافیزیکی، ارزش‌ها شد عقل عملی، و این قسمت دوم کلاً شد عقل ابزاری، چون نیاز به ابزار داریم. خب بریم سراغ مطلب آخر. گفتیم نسبیت فرهنگی. فارسی ساده نسبیت فرهنگی یعنی چی؟ یعنی فرهنگ‌ها مطلق نیستن، هیچ فرهنگی بر فرهنگ دیگر برتر نیست. این میشه نسبیت فرهنگی، درست شد؟ اما اصطلاحاتی که در کتاب به کار برده رو ببینیم با هم دیگه. گفته اولا فرهنگ‌ها در محدوده ارزش‌های خود باقی میمونن، یعنی شما هر فرهنگی تو محدوده ارزش‌های خودش رو نمیتونید ارزش‌ها رو بیارید با هم قیاس بکنید، پس هر فرهنگی برای خودشه، بنابراین هیچ کی برای یکی برتر نیست، میشه همون نسبیت فرهنگی. دوم، فرهنگ‌ها قیاس ناپذیرن، نمیتونید مقایسه کنید بگید کدوم برتره، پس همه در یه ردیفن، پس میشه در واقع نسبیت. در عرض همان، بازم همون حرفو همون معنیو میده، یعنی در عرض هم دیگه، نه در طول، هیچ کی بر اون یکی برتر نیست. و بعد امکان گفتگوی منطقی برای رسیدن به عقاید جهان شمول وجود نداره، یعنی امکان این وجود نداره که بگیم آقا یه عقاید برتری وجود داشته باشه، مثلا این عقاید عقاید جهان شمول، نه، هر کی باز فرنگی خودش برای خودش خوبه، پس نسبیته و هیچ کی بر اون یکی برتر نیست. خب این از درس دو. من فکر می‌کنم مطالب درس دو همونجوری که خودتون هم دیدید، بیشتر از اون که بگیم سخته، بیشتر پرحجم و وسیعه، در واقع گسترده است مباحثش. مباحث مختلفی راجع به صحبت شده. من از تو خواهش میکنم به خصوص بخش دوم و سوم این درس، یعنی اونجایی که اومدیم سراغ فرهنگایی که دارن جهانی میشن صحبت کردیم و تعاریف و شایسته بودن، و بعد بخش سوم که راجع به ویژگی مطلوب صحبت کردیم، حتما اینها رو مرور بکنید. بخش اولام خب طبیعتاً یه نگاه بهش بندازید که انشالله مباحث قشنگ تو ذهنتون بشینه. فکر میکنم خیلی راحت بتونیم که این رو بفهمیم و انشالله در بخش بعدی بتونیم از این استفاده بکنیم.